بینندگان عزیز، هموطنان گرامی، سلام همه دستندرکاران مجله اجتماعی اقتصادی رو خدمتون عرض میکنم. به 80مین برنامه این مجله خوش اومدید. از اینکه بیننده این برنامه از سیمای آزادی هستید بسیار سپاسگزاریم. سلطان سلاطین، نابودی کشاورزی، مافیای فروش خاک، تیترهای سه گزارش این شماره از مجله اند و در پایان به وضعیت زندگی زلزله زدگان کرمانشاه میپردازیم با نام مگر ما ایرانی نیستیم. بعد از شنیدن اخبار به این گزارش ها توجه کنید. کاهش 31% تخلیه و بارگیری کالا در بنادر. بر اساس آمار رسمی رژیم، تخلیه و بارگیری انواع کالا در بنادر کشور در آذر ماه امسال در مقایسه با سال گذشته 31% کاهش یافته است. غارت و چپاول عوامل حکومتی در بازار ارز. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد در گزارشی به نقل از آخوند حسن روحانی اعتراف کرد عده‌ای ثبت سفارش کردند و از بانک مرکزی پول گرفتند، با تیمی از دلالان خارجی هماهنگ کردند، 100 میلیون دلار پول گرفتند، 50 میلیون دلار جنس وارد کردند و بقیه ارز را وارد بازار آزاد کردند. فساد سیستماتیک در اقتصاد، ارمغان حکومت آخوندی. یک کارشناس اقتصادی رژیم. گسترش انواع فساد از سمت دولت و برخی مؤسسات وابسته به حاکمیت شروع شده و بخش خصوصی را نیز در بر گرفته است، به طوری که در این بخش اخلاق اقتصادی کنار گذاشته شده و همه به نوعی دست در جیب یکدیگر می‌کنند. این یعنی فساد سیستماتیک در اقتصاد. وجود بیش از 15 میلیون پرونده قضایی نمونه بارز این موضوع است. مخالفت کارگران آبادان و شازند با دزدی و غارت به اسم خصوصی سازی. خبرگزاری حکومتی ایلنا. نه به خصوصی سازی، خواسته طبقه کارگر ایرانی است. فرقی نمی کند این کارگر در یک مجتمع کشت و صنعت شاغل باشد یا در یک پالایشگاه عظیم نفت. در همین راستا کارگران پالایشگاه های آبادان و شازند با انتقاد از رویه های معمول واگذاری نگران خصوصی سازی هستند و می گویند نمی خواهیم به سرنوشت کارگرانی دچار شویم که ماها منتظر دریافت معوقات مزدی خود می مانند. نظام آموزشی در حکومت آخوندی تحت شعاع غارت و سرکوب. رئیس دانشگاه فرهنگیان اعتراف کرد آموزش و پرورش جایی در حاکمیت آخوندی ندارد. تمام 31 کشوری که روی آن مطالعه کردیم بعد از امنیت، معلمان و نظام آموزشی در اولویت بوده است. اما در کشور ما نظام تعلیم و تربیت در رده 11 اولویت ها قرار دارد. به عبارتی هنوز بحث نظام تعلیم و تربیت دغدغه ملی و اولویت دولت ها نیست. در رژیمی که فساد و اختلاس و دزدی نهادینه شده و جزئی جدایی ناشدنی از حاکمیت آخوندیه، صحبت از سلطانهای ساختگی اقتصادی با اسمهای مختلف چه معنایی میتونه داشته باشه؟ و این رژیم غارتگر با علم کردن این سلطانها روی چه چیزی رو میخواد بپوشونه؟ و چرا دست به اعدام شرکا و مهرهای دست چندم خودش میزنه؟ این سوالاتیه که میخوایم در این گزارش بهشون جواب بدیم. لطفاً توجه کنید. سالهاست که اقتصاد کشورمان را انگل‌هایی به اسم سلطان غارت می‌کنند. تقریباً هر کالایی سلطانی دارد. سلطان سکه، سلطان ارز، سلطان شکر، سلطان معادن، سلطان دانه‌های روغنی، سلطان گوشت، سلطان حبوبات، سلطان دام و طیور، سلطان قیر، سلطان لاستیک، سلطان موز، سلطان پوشک، سلطان کاغذ، سلطان لوازم پزشکی و سلاطین دیگر. در لابلای اسم این سلاطین به اسامی خرمهرهایی برمی‌خوریم. مکارم شیرازی و دامادش لقب سلطان شکر را یدک می‌کشند. سلطان قیر یکی از مهره‌های دونپایه‌ای است که به اسم سلطان حلق‌آویز می‌شود. سایت فرارو در رابطه با سابقه این فرد می‌نویسد: اولین بار نام حمید باقری درمنی در اوایل سال 1386 مطرح شد. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعی از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام حمید باقری درمنی خبر داد.
و از او به عنوان بدهکار 2000 میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد نام برده بود. جالب اینجاست که این فرد جزو ستاد انتخاباتی ولایتی بوده است. سوال اینجاست که اگر یک مافیای بزرگ حکومتی دستش در کار نبود، آیا این فرد میتوانست با یک تعهد اخلاقی آزاد شود؟ سلطان لوازم پزشکی هم یک فقره جدید از این سلاطین است. سر مافیای وارد کننده لوازم پزشکی، باقر لاریجانی برادر صادق لاریجانی قوه قضاییه است که مثلا قرار است با فساد مبارزه کند. اما به واقع این سلاطین در اقتصاد امروزی ایران چاکران و دستبوسان سلطان اعظمی هستند که تمام ثروت‌های این کشور را ملک تلق خودش می‌داند و هر بخشی را با مافیایی کنترل می‌کند. به این مافیا لقب سلطان می‌دهد و هر جا که لازم شد و فشار مردم بالا رفت، سر عده‌ای از اینها را می‌زند که بگوید مشکلات اقتصادی دست این فرد یا آن فرد بود که اخلال اقتصادی می‌کردند و خودش را در ببرد. در واقع این سلطان اعظم است که این چاکران و دستبوسان آستان ولایت را بر تخت سلطانی می نشاند و هر از چندگاهی یکی را قربانی می کند تا خودش را در ببرد. از زمان دزدی معروف 123 میلیارد تومانی که رقم بسیار زیادی در زمان خودش بود، یک مهره دست چندم به نام فاضل خداداد را اعدام کرد. بعد در جریان افزایش قیمت دلار در دهه 80 خورشیدی، فرد مهمی به نام جمشید بسم الله را علم کرد. در پرونده دزدی 3000 میلیارد تومانی مهافرید خسروی را بالای دار برد و این سلسله ادامه دارد تا سلطان قیر و سکه و غیره. سوال مهم در مورد این مافیای یغماگر در ایران این است که چه کسی تعیین می‌کند که قیمت محصول در بازار چقدر باشد؟ طبعاً حکومت. چه کسی وارد کنندگان حائز شرایط را انتخاب کرده و بین آنها پول یا مفت توزیع می‌کند؟ حکومتگران. چه کسی بین وارد کنندگان و تولید کنندگان سهمیه تعیین می کند؟ حکومت. چه کسی قاچاق کالا را در دست دارد؟ حکومت. در نتیجه حکومتگران در این رژیم تصمیم می گیرند که چه چیزهایی وارد شود و وارد نشود و چه کسانی آن چیزها را وارد کنند یا نکنند و بعد به چه قیمتی بفروشند یا نفروشند. در چنین شرایطی آیا تصادفی است که تقریبا همه این سلاطین از نزدیکان سران رژیم باشند؟ قطعا تصادفی نیست. اما دست این سلطان عظما برای مردم رو شده است و دیر نیست که خودش پاسخگوی دزدی‌هایش باشد. چهل سال از حاکمیت رژیم غارتگر آخوندی میگذره. در کشوری مثل ایران با ذخایر بی‌نظیر و ثروت کلان و آب و هوای چهار فصل و نیروی عظیم انسانی میشد این مملکت رو به گلستانی تبدیل کرد. ایران یک قلم فقط بیش از 2000 میلیارد دلار در این 40 سال درآمد نفتی داشته. اما دبیر کل به اصطلاح خانه کشاورزی در مورد نابودی آب و خاک کشور در حاکمیت ولایت فقیه اعتراف میکنه و میگه منابع عظیمی مانند آب و خاک امانت نسل‌های آینده است، اما ما امانتدار خوبی نبوده و نیستیم. بله، ترجمان این خوب نبودن امانتداری، نابودی کشاورزی و به خاک سیاه نشاندن کشاورزان محروم ایرانه. همکارانم گزارشی در زمینه نابودی کشاورزی تهیه کردن که با هم میبینیم. زمانی که شما وزیر شدید ما 120 میلیون دام در این کشور داشتیم با 60 میلیون جمعیت. امروز تعداد دام های ما در این کشور به 65 میلیون رسیده.
اعترافای تکان دهنده نمایندگان مجلس آخوندی از نابودی کشاورزی و دامداری کشور خبر می‌دهد. در جلسه سیزده وزیر جهاد کشاورزی این نابودی را می‌توان به خوبی مشاهده کرد. این گوشه دردناکی است که در دعواهای باندی آنها بیرون زده. اما واقعیت این است که بعد از گذشت نزدیک به 4 دهه از عمر ننگین حاکمیت ولایت فقیه، نه تنها کاری برای ارتقای کشاورزی انجام نشده، بلکه آن را به مرز نابودی کشاندند. آقای حجتی، شما سونامی سرطان رو در این کشور رواج دادید. برید نامه محرمانه سازمان بازرسی، نامه محرمانه وزیر محترم بهداشت خطاب شما رو همکاران محترم بخوانید. دیگه ما با این ملت چی باید میکردید؟ شما برجکار ما رو، کشاورز ما رو سرایدار و سرمایدار کردید. واردات برنج ما 86% افزایش پیدا کرد، ذرت 40% افزایش پیدا کرد، سویا 11% افزایش پیدا کرد، گوشت قرمز 26% افزایش پیدا کرد، روغن پال 21% افزایش پیدا کرد. در ایران آخوندزاده ما هر چیزی که بوی تولید بدهد نه تنها ارزشی برای آخوندهای حاکم ندارد، بلکه به چشم رقیب واردات به آن نگاه می کنند و با همین روی کرد همه دستگاه های عریض و طویل اداری را فقط برای چاپیدن سرمایه های کشور تأسیس کردند. کشاورز میانگود الان مشکلات ما در اثر کمبودی آبه. آب کمبودی ما خیلی خیلی در مضیقه ایم و الان زراعت ما 99% زراعت ما از نظر کمبودی اون حاصلی که باید به ما بده نمیده. یک جمله دیگر ما چیزی داریم به بابت کود. ما هر یه دونه کود رو داریم میخریم حدود 50,000 تومان، اونم کود سفید نه سیاه. کارگر مزد کارگر داریم میدیم 75,000 تومان. خانم ها رو 75,000 تومان داریم کارگر مزد میدیم. اگر ما حساب بکنیم ما داریم از جیب میخوریم. کشاورزی ما فقط برای دلخوشی ماست که ما داریم کشاورزی میکنیم. یک مورد حکومتی به نام جمیل علیزاده شقایق با عنوان دبیر انجمن برنج ایران در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایلنا اعتراف کرد سال هاست مازاد بر نیاز کشور برنج وارد می کنند. اما بعضی از آنها به رغم دریافت مجوز و عرض دولتی برای واردات آن به جای برنج کرم زگیل پا می آورند. خبرگزاری ایلنا 17 تیر 97 به گفته یکی از فروشندگان برنج ما در انبار ما 600 تن مانده. اصلا نمی توانیم بفروشیم و مشتری ندارد. به چه دلیل قبل از اینکه آزادسازی بشود ثبت سفارش برای واردات داده شده است؟ موج تخریب کشاورزی ایران توسط رژیم آخوندی توقف ندارد، اما آنچه که تغییر کرده ایستادگی کشاورزان برای مقابله با چنین وضعیتی تا پای جان است. مسئول بی‌نیاز است.
جزیره هرمزگان جاییه که رژیم ولایت فقیه بیرحمانه در اون یکه‌تازی میکنه و دست به غارت منابع ملی و نابودی طبیعت بومی این جزیره میزنه. تا لحظاتی بعد گزارشی از خاک فروشی در جزیره هرمزگان رو میبینیم که چطور باندهای مافیایی حکومت چوب حراج به این ثروت ملی زدن و از به تاراج بردن خاک میهنم نمیگذرن. به این گزارش توجه کنید. کارگزاران ولی فقیه مافیای فروش خاک ایران را در مناطق حاصلخیز ایران شکل دادند. دو سال پیش بخشدار جزیره هرمز در 8 کیلومتری بندر عباس خبر خاک فروشی و صادرات خاک این جزیره را در دعواهای باندی تایید کرد. اما برخی از مدیران و کارگزاران نظام سعی در پنهانسازی این تجارت و قانونی جلوه دادن کار خاک فروشان را دارند. خاک سرخ جزیره هرمز که بسیار مرغوب و با کیفیت بالایی است، اکنون کیلویی 300 دلار به فروش می‌رسد و در صنایع مختلف از جمله تولید لوازم آرایشی و رنگسازی کاربرد دارد. این نوع خاک که در کشورهایی مانند امارات با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسد، چند سالی است که توسط مافیای حکومتی به صورت خام و بدون نظارت در حال خارج شدن از کشور برای به دست آوردن سودهای بادآورده میلیاردی است. هیچ نهاد و سازمان دولتی در این مورد قدرت و اراده مقابله با مافیای تجارت خاک این جزیره را ندارد. هر ذره این خاک 400 سال طول می کشد که باز تولید شود. تلویزیون حکومت آخوندی به گوشه ای از این غارتگری اعتراف کرد. جزیره ای که تنها کوه خوراکی جهان درش قرار داره، جزیره ای که کمتر از تمام مردم دنیا ما ایرانی ها میشناسیمش، اینقدر در موردش کم اطلاعات داریم که ممکنه ندونیم در جنوب شرقی بندر عباسه و در جنوب این جزیره کوهی وجود داره به اسم گلک که تمام خاکش تقریبا خوردنیه. بومیان جزیره مقداری از خاک این کوه رو در خانه خودشون دارن و وقتی میخوان غذا درست کنن، به خصوص غذای دریایی، از این خاک به عنوان ادویه استفاده میکنن. ما به نازلترین قیمت ممکن خاک جزیره هرمز رو صادر میکنیم برای تولید بسیاری از رنگهای خوراکی، لوازم آرایشی و ادویه‌جات. آنچه که از خاک جزیره هرمز تولید میشه به قیمت چند ده برابر وارد کشور خود ما میشه. وضعیت به غایت تأسف‌بار و عدم رسیدگی به مشکلات زلزله‌زدگان کرمانشاه در شرایطی که 14 ماه از تاریخ وقوع زلزله در این استان می‌گذره. بسیاری از مردم مناطق زلزله‌زده اکثراً در چادر زندگی می‌کنند که به معنای اینه که از بازسازی و همچنین از معیشت و کار و بهداشت در این منطقه هیچ خبری نیست. روز 16 دی 97 فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس ارتجاع با اعتراف به این که زلزله‌زدگان گیلان غرب هنوز کانکس ندارند و در چادر زندگی می کنند گفت مردم باید در چادر یا در ماشین با شرایط بد سر کنند. به صحبت های یک همدن زلزله‌زده توجه کنید. آیا گونه میچز و گردید بیتی گوشوی لیه مال بخفم حتی کانس که 6 متری نیواره مبارن اصلا این همگه خیره هاوردن رشان بنیا انا بنیادم اسکن تاگل کانس گاتی فرمانداری هاوردن فقط گشتدن کسکار خوان ادم بس جنگم پیش بده سمیتی خدا شاید بارها تصمیم گردم بچم خوام خمنا و آلوان بارها خوش سنم خوام کشم خاطر و دویت دیپلم میکارن اصلا گونه ما چه گونه کنم مگا منش ایرانی نیم و کوراتیم نو خارجاتیم نه 14 شویر خریکه پات حال کفید نه مال داریم، نه زندگی داریم، هیچ رسیدگی و ایمنی کن این دولته هیچ رایمه نکرده تنها خواهش دارم یه کاری بکن یا خانست که یا پیلی دم آخو من بلوکه بنایم بانه بلوکه هیچ شارداری، هیچ اقدامی که رایمه نیا که فرمانداری چی مثل او را چی ما گیره کرد ما خواه مدویتی خانست که 6 متری آیا ایمنی دولته خانست که 6 متری وکوانی ارگه موسیقی
امیدوارم تونسته باشین در این برنامه تصویر ناچیزی از غارتگری 40 ساله آخوندها رو نشون داده باشیم. به امید ایرانی آباد و آزاد بدون حاکمیت منحوس ولایت فقیه، در اینجا به اتفاق شما برنامه رو به پایان میبریم. با امید به پیروزی و سربلندی برای همه مردم بپاخواسته میهنمون، تا دیداری دیگه، خدا یار و نگهدار شما باشه.